بفرما. الو سیا کجایی؟ نه با بنزین تموم کردم، دوباره حواسم نبود. نشه میگم بنزین تموم کردم، خودم تموم کردم، مشتری چیه؟ کجایی تو؟ بیا من ایران زمینم، برسون خودتو اینجا. چی شده؟ برسون خودتو، بیای منو میبینی. خداحافظ. بنزین داری؟ تو به کی میخوای کمک کنی؟ یکی باید به تو کمک کنه. می میگن شهر مهربون، به همه کمک کن، هیچ کی بهت کمک نکنه. یعنی بالاخره هر کسی روی این زین یه بار میشینه دیگه. خب الان بالاخره شما الان زین به پشتی یا پشت به زین جانوی؟ فرناز واسه آقا هم باقالی بگی. رنگ پریدن چی؟ واسه آقا باقالی بگی. باکم کجا بود الا؟ هر سری هم دورتر تموم میشه، این سری کرج میبینمه، چیکار میکنی این منه؟ آره بابا حرف نزنه تا. Voluntary kick as well.
فسفر ببین شنیدم پشت سر من حرفایی زدی. جواب پست دو ماه پیشتو دادم. الان به جریم میگم اون فیلمتو بذاری اینستا تگتم بکن. گو خورده سگ کی باشی؟ جوابتو اینجا بهت میدم که شاخ نشی. من سیاگرگم. به من میگن سیاگرگه. اون موقع اینستا میستا نبود، ما آنلاین بودیم. برو عکس منو پاک کن، وگرنه میام تو محلتون، دم در خونتون، زبونتو به خشتکت گره میذارم جلو بچه محلات. اونجا میام آنلاین میذارم. فرزند محسن دایر بر قتل عمدی مرحومه مرجان پندار، دادگاه با عنایت به گزارش ثابتین قضایی نظریه افسر پلیس را شون سالار چی شم سالار بزن کنار ولشون کن مگه نمیبینی تو حال خودشون نیستم یه دقیقه دستتو بردار خود ظرف مدت 2 سال نسبت به تأمین دیه قانونی مقتول و پرداخت آن به اولیای دم اقدام نماید و در طی این مدت فرزند صغیرش موسوم به سام آراسته تحت سرپرستی اولیای دم باشد. ضمناً دادگاه از جنبه عمومی جرم به استناد ماده 612 قانون مجازات اجتماعی تأمین عمر را به تحمل 1.5 سال حبس محکوم می‌نماید. آقای مفتخر، تو باید بدونی که چی می‌خوای؟ خواهی بخری عزیز من، ماشین دست کسی باید باشه کلکسیونر باشه. این ماشین دوتا تو ایران بیشتر نیست. یه دونه که دست منه، یکی دیگه نمیدونم کجاست. قلب ماشین بیافتا انگار 100 تا مته داغ توی قلبم فرو کردم. فکر این رضا دردشتی هم نمیدونم چی کارم داره. سجا برای پیغام گذاشت. چند بارم زنگ زد اینجا. ندادم موبایل تو بهش. چرا نمیری این رضا رو ببینی؟ شاید بتونه سر این دیه کمکت کنه. آه. داداش تو الان تو شرایطی نیستی اینجوری من نگاه کنی ها. پوله مهمه. خانواده مرجان چون میدونن پسش بر نمیای دیگه رو گذاشتن اجرا، وگرنه که این پولو بر اونا پول نیست که. پول هست و نیستش بر من مهم نیست، فعلا که واسه همینه. خب این ریختی که نشد که. آدم با تو معذب میشه. خدا. 2 شب خونه مادر، 1 شب تو سیار، 1 شب سر خاک زنه اینجا. بس دیگه بابا 4 سال شد. دیشبم که باز با فخری خانم زنگ زد بهت. من یا کن به زنگ زن اون نگرانه چوده دیگه فشار خونش رفت بالا پیدات نکرد زنگ زد بردمش درمونگا سر را یکم درد دل کرد او چرا اعصاب این زن رو به هم میریزی گناه داره به خدا مادرته یه عمر داره تحملت میکنه من 2 دقیقه نگاهت میکنم حالم به هم میخوره این عرعر غمگین خر در غروب شدی اه. یه جهان سیاه این دل تو رو احاطه کرده درون داره اینه خوره تو رو میخوره اینو هی داری تعمیمش میده ها باشو کتم زیرته بلند شو شام تو بخور بلند شو میگم چیه شام باشو نشستی رو کتم بابا من باید حرف میزنم ایوان
میگم چرا نمیری این آقا رضا رو ببینی؟ لااقل یه بار اگه زنگ زد جوابشو بده. آقا نمیشه که هیچی ازش نباشه. به کی برم زنگ بزنم؟ اصلا رضا برای چی بوده؟ هی میگی رضا تو رو بزرگ کرده. برای چی رفیق بابای من باید منو بزرگ میکرده؟ مگه غیر از اینه که مادرم با دیگه بابا حالمونو به هم زدی دیگه هر دفعه هم همینو میگه. زشته بابا. یه جوری با من حرف میزنی انگار من حق ندارم سوال کنم. علامه درد شدی واسه من. تو که میدونی بگو برای چی بابای من نمیدونسته یه پسر داره. برای چی نمیدونسته؟ همین آقا رضا شما تو مرگ زن من مقصر نیست. ما چیه بابا؟ مادر من مقصر نیست. مادر زحمت تو. فقط من مقصرم. فقط من مقصرم. بپرس اینا رو بیا اینا میگن آدم بدی هم نیست. بیا زنگ بزن همون بابا. اوش. الو سلام آقا رضا. آقا از تعمیرگاه آقا سالار تماس میگیرم. نه خوبه بله یه لحظه گوشی آقا آقا رضا یه لحظه دستش بند شدی و میگم باهاتون تماس بگیرم. اصلا میگم آقا بیاد پیشتون. قربان شما خداحافظ. بیا دیدی درد نداشت. بیا بیرون خودتو لوس نکن بابا نصف شبی واسه من فاز کار برداشته. بیا برو منتظرته. او ضعیف کش دایشی بشی او زخم رو صورتت نگرانم نمی کنه. تو سالای حبس از این زخما کم نداشتی. آره دنبالت می گشتم. گفتم وقتشه که با هم بشینیم حرفمونو بزنیم. شاید زخمای کهنه خشک بشن. خود زخم مهم نیست آقا رضا. جاش مهمه. به خاطر یه گذشته دور که خیلی خوب بود الان اینجا. به خاطر هرچی که تو بچگی بهم یاد دادی. این که چجوری آچار چرخی که اندازه خودم بود و دست بگیرم وزنامو بندازم روش تا پیچ صفر شده کادیلاکو شل کنم. یا وقتی روغن سوخته میریزه دستم چجوری پوستمو پاک کنم تا ناسور نشه. اگه تو ازم همین آچارکشی رو یاد نمیگرفتی لابد الان توی دانشگاه داشتی درس دکتری میخوندی. تو اون روزای 13 سالگیت که واقعیت رو فهمیدی و برات تلخ بود و افتادی به جون این ماشینا، وجود همین ماشینا زندگیتو نجات داد. درسته، ولی یکی از همون ماشینایی که تو آوردی تو زندگیم عشقمو ازم گرفت. بعد اون شب دستم پشت سیارم میلرزه. آره شاید دکتری نمیخوندم ولی گذرم به رانندگی و له شدن ماشینی که زنم توش مرد نمیخوند. اینقدر اون تصادف و گردن این و اون ننداز. تا کی میخوای همه رو مقصر بدونی؟ من، مادرت، پدرت، بچگیت. تصادف مال ماشین نیست، مال آدمه. حالا که با این وضع اومدی اینجا دلم میخواد هر چی که میگم باور کنی. باورت داشتم آقا رضا. اگه باورت نداشتم الان اینجا نبودم. فقط نمیفهممت. واقعیت اون چیزیه که آدم باور میکنه. منم باور داشتم اینه پدر بالا سرم بودی. ولی اگه چشای من، نگاه من یه جورایی رنگ چشای تو بود
میکشتمت. چی میخوای از من؟ میخوام کمکت کنم تا اونجایی که میتونم. البته اول باید یه چیزهایی حل بشه. خدا شاهده هر روزی که سیاه پوشیدی سیاه هستنم نیومدند. هر روزی که حبس بودی تمام جونم تو حبس بود. اون بچه نباید آخرین چیزی که به یادش میفته خاک مادرش باشه. دست بند به دستای کمک باید سر وقتش باشه وگرنه کمک نیست. به قول خودت میشه زخم. حالا کمک که چی بشه؟ چی میتونه ذهن اون بچه رو درست کنه؟ چی میگی آقا رضا؟ کجا بودی تا حالا؟ این پسر فقط تو نبودی که تصادف کردی. من مدت هاست که با وجدانم تصادف کردم. هنوزم معلوم نیست مقصر کی بوده. تو این سالا نفهمیدم بابام کیه، کجاست، چی کاره است. هیچی نگفتم، باهاش ساختم. برای چی بعد به دنیا آمدن من به بابام نگفتین یه پسر داره؟ تو که رفیقش بودی، تو چرا بهش نگفتی؟ برای چی منو بزرگ کردی؟ بد کردم موندم و پدری تو کردم. بد کردم یه زن تنها رو با پسر نوجوونش تو این همه بدفهمی مردم برادری کردم. اگه همه چیز رو پیش از این واسط نگفتم نمیخواستم زندگی جهنم شه. وقتی پدرت تقاضای طلاق داد مادرت وجود تو رو پنهان کرد. قرار شد منم هر وقت پدرت نیست بیام و به مادرت پول برسونم. فقط همین. چه میدونستم پدرت طلاق میخواد؟ چه میدونستم مادرت حامله بوده؟ وقتی هم تو به دنیا اومدی مادرت به هم گفت هیچی از وجود تو بهش نگم. سالار جوابات پیش منه، ولی بدون که تو اون صندوق هیچی از پدرت نیست. من چطور میتونم پدری باشم که خودش پدرشو گم کرده ها؟ از بچگی هر روز ازش یه تصویر ساختم، هر روز. برای چی بهم دروغ گفتین؟ مثلا نمیدونسته من به دنیا اومدم. برای چی بهش نگفتین؟ همین سام پس فردا از من نمیپرسه پدر بزرگم کی بوده کجاست؟ همون سوالی که من یه عمر ازتون پرسیدم هیچ کدوم جوابمو ندادین. اگه بهم جواب ندی من نمیتونم واسه اون شب لعنتی اون تصادف جواب سوالای خودمو سامو بدم. مامان نه خودم اینجا میمونم، نمیذارم سام برگرد توی خونه. خیلی خوب پس گوش کن. من زمانی عاشق پدرت شدم که تازه دانشگاه شلوغ شده بود. همه جا فضای سیاسی بود. پدرت آدم خاصی، من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. خانواده من همه از ایران رفته بودن، ولی من ترجیح دادم کنار پدرت بمونم. پدرت خیلی زود اخلاقش عوض شد. کمتر حرف میزد، میشست به یه نقطه خیره میشد. کم کم شروع شد تلفن‌های مشکوک، دیر اومدن‌ها. اما من به روی خودم نمی‌آوردم. من سعی میکردم همه اینا رو ندید بگیرم. چرا به روی خودت نیاوردی؟ اصلا با کی رابطه داشت؟ مگه میشه؟ چجوری؟ یه شب قرار بود شاگردای قدیمی دانشگاه رو دعوت کنیم خونه برای یه دوره. همین رضا دردشتی هم بود. شب خیلی خوبی بود، ولی آخریش بود. نصفه های شب با صدای محسن از خواب بیدار شدم. با تلفن داشت حرف میزد و گریه میکرد. گفت یک کار مهمی پیش اومده، باید بره سفر.
اون شب من نمیدونستم تو رو حامل هستم. بابا حاملگی تو نمیدونست ها؟ تقاضای طلاق کرده بود. انقدر به هم برخورد که فراموش کردن برام خیلی راحت شد. حضور تو به من این قوت رو داد که کاغذای طلاق در عرض چند لحظه امضا کردم و دادم به رضا. بهش گفتم اگه یه بار دیگه با پول بیای در رو برود باز نمیکنم. تو رو دنیا آوردم که هیچی برات کم نذارم. ولی فکر میکنم نتونستم. چون اگه اینجور بود سراغ بابا تازم نمیگرفت. من نمیتونم حرفاتو باور کنم. به نظرم همش دروغه. مثل ماجرای این عکسه که میگی هست، سالهاست میگی هست ولی نیست. اونم دروغه. اصلا به نظرم رضا یه کاری کرده که بابا بخواد طلاق بگیره. بگو خب. دوستش داشتی. رضا رو دوست داشتی. رضا پدر واقعی ما. اونجوری که تو رفتی معلوم بود اینجوری برمیگردی. چجوری برگشتم بگیم؟ من اصلا جایی نرفتم از اولیش بخوام برگردم. اگه رفتم به خاطر شما بود. هیچ کدومتون نمیدونین کجا بودم. وسط نا کجا؟ به قول تو وسط بی کسی. تو که بی کس نیستی داداش. تو خونت رو گم کردی. این که به من میگم بی خونه. این که اینجا واسه اینه که قبول کردم سهمم همینه. تو واسه چی میگی وسط آشغاله؟ آقای بدبختر از من. تو که میدونی بگو ببینم خونه من کجاست. شما میخوای ما رو بیرون کنی. خیال نیست. شما ما رو بیرون کن. من غلط بکنم تو رو بیرون کنم داداش. اگه میگم شبا نیا اینجا بخواب واسه اینکه اینجا بوی تصادف میده. چی بگم؟ من بهت میگم برو سراغ بچت. برو سراغ رضا. پاک کن این گذشته رو. اگه میبینی من شبا اینجامو تو این اتوبوس میخوابم واسه که همه زندگیمو گرفته، داداشمو گرفته. تو که میدونی هر چیزی از اسم خونواده برام مونده بود همین یه داداش بود که اونم رفت ته در. اگه منو اینجام دلیلش اینه که یکی مثل سام ندارم که دستمو براش بزنم به زانم و بلنشم. رضا گفته میتونه دیگر جور کنه. فردا باید برم سراغش. این ماشین رو هم خوردش کنیم دیگه. جزو اسقاطی هست. این ماشین اسقاطی نیست. جاش هم نیست. شما هم بهش دست میزنیم. بیاریم حالا قابلت هم نداره. به حالی با بکو و دستموز یا چیز ما شد 574. قربونت برم. این ماشین خودش لگن اصلا. آقایم تو اسقاطی هست. چهار تا پیچ اسقاطی ببندین. این گوزه من اینجا نمیابردم. قربونت برم. آقا من باید چهار تا پیچ اسقاطی ببندین. قربونت برم. شما چهار تومنش هم نده. چی چهار تومن چی؟ قربونت برم. اگه قرار برمی شد نمیابردم اینجا. خودش اسقاطیه. قربونت برم. نفت چقدر داری هم برم. تو پول نداری برای چی کراوات میزنی؟ آقا کراوات رو نکن. چقدر داری آقا؟ آقا شما آدم خوبی هستی. تو رو برام بیا اینجا. بگر ببین چقدر داری بابا. آقا یه دونه صبر کن. جیبامو نگرد. قربونت برم. یه دونه صبر کن. بده من. بیا برو. سویی چه دمم بابا. یه گیری کردیم اینجا. ای بابا کت آدم در میرن. کروات. من اگه پول داشتم چرا کروات میزدم آخه؟ دیگه چی؟ من ماشین درست کردم. چی درست کردی؟
مخلصی. دست در بخواه. میگم ماشالله برای خودش مردی شده. چی شده اینجا؟ کشن آدم ها. اون وقتایی که شلوغ بود اینجا 300 تا کارگر زیر دستم بودن که زندگیشون میچرخید. از وقتی این کارخونه تعطیل شد خیلی ها رو بیکار کرد. چرا دیگه اینجا راه نیفتاد؟ به خاطر پیمان و دوروریاش. پیمان کیه؟ اینجا کار میکرد. از همون اول دنبال رانندگی و عشق ماشین بود. اینجا که تعطیل شد با ارتباطات خودش تونست اینجا رو بگیره که مثلا دوباره راش بندازه. به جاش اینجا رو اجاره داده به شرکت‌های کوچیک واسه انبار. این ماشینا اینجا مگه چقدر میشه پول در آورد؟ اجارهش هم در نمیاد. بی خود کردن از آقا رضا اجاره بگیرن. حق آب و گل داره اینجا. واسه همین میخوان اینجا رو تخته کنن. اما کور خوندن. رضا مثل من زیاد داره که تو این کارخونه کار کردن میتونن واسه پیمان دردسر درست کنن. احمد آقا. من با همین خرت و پرتای قدیمی تو رو بزرگت کردم. با همین خرت و پرتام میتونم پولتو جور کنم. بهم اعتماد کن. سلام، کلیدو چرا بردی؟ بده کمکت کنم. بده کمکت کارا چیه؟ بذار کمکت کنم دیگه. بابا با خیلی باله اینجا. آره همه زندگیش ماشین مسابقه است. آره معلومه ماشین بازه. سلام آقا رضا. سیامک دوست و شریکم. شریک رفاقت آقا سالاریم. خیلی خوشحال و باعث افتخاری که توی گاراژ شما هستم آقا دردشته. خیلی خوشحالم که میبینم. خوش آمدید. قربون شما. بسیار گاراژ شلوغی دارید اما منظم. آقا رضا بازدتون قبل اومدن شما ما یه سری به ماشینا زدیم یه رسیدگی کرد. خوب کاری کردیم. خیلی خوب. من یه تلفن مهم دارم. الان برمیگردم. چون نمیذاری معاشرت کنم. جوهر تلخ دیگه. روابطونی تو کار ما مهمه که این نیست. این رفتار، این کردار، این منش. از زر میزنی؟ ادبیات. زبونت هم تلخه. ابزار کار ما چیه؟ آچار. این ذهنت و این زباله های مغزت نیاز به آچار کشی داره. الان هم اینجا بسترش فراهمه دیگه. قشنگ میشه برده درو چال یا آچار کشی اساسی کرد. به هر حال این نیست. پیمان سلام رضا، خیلی خوش اومدی. بفرما. قهوه میل داری؟ ها انگار منو شما فقط سر کردیم. چند سال از جلو ساختمون رد میشی یه سر به ما نمیزنی. پیغامتو شنیدم، گفتم رو در رو همو ببینیم. من در خدمتم. من حال خوشی ندارم.
اگر اومدم پیشت حسینه که میدونم اهل معامله ای، مثل همه مسابقه ها و مزایده ها که اخیراً توش بودی و حرف توش بوده و برنده شدی، مثل همینجا پشت همه برنده ها حرفه، اینه که باید خوب بدونی این حرف به شما نمیاد. میدونم که همیشه دوست داشتی فایر برد من مال تو باشه، تو این سالا به گوشم خورده که دنبالشی. من فروشندم، ماشین من مال تو، اینم برد آخرت. خودش که ارزشی نداره، اسمش ارزش داره، ماشین برنده. این کجا بود؟ رضا با این قهرمان شده، خیلی ماشین با ارزشی. تو هیچ وقت به کسی بدهکار نبودی، چی شده که بهش فروشی افتادی؟ من ماشین تو میخوام، ولی تو هم باید بهاشو بدی. من از این پولا فقط تو مسابقه میدم، یه مسابقه همه چی بین من و تو مشخص میکنه. هر کی رسیدی گفتی رضا واسه من کار میکنه، ماشین نوچه های منو تعمیر میکنه. منی که یه روزگار اینجا همه کاره بودم، همین که الان به این روز افتادم بها نیست. من حوصله ندارم آرزا، بریم سر اصل مطلب، وقت همو نگیریم. چون میدونم حالت خوش نیست، شرایطو طوری میچینم که اگه لازم شد بشینی باشه فرمون، اینطوری به قول تو توش حرف زدن. پس میخوای تیمی برگزار بشه؟ اگه تیمی واسط مونده میتونی معرفی کنی، اگرم کسی حاضر نشد واسط رانندگی کنه دیگه خودتی و فرمون. به دور آخر رسید میتونی انتخاب کنی، یا خودت یا همون راننده، کسی دیگه باشه من قبول نمی کنم. اگه بردم پولو چطور میدی؟ نقد، ولی اگه باختی ماشینو میدی، کنارش عکس یادگاری میگیری و از اینجا میری بی سر و صدا. قبول. کجا؟ واسه این کار چند جا بیشتر نیست، اولیش تو همت، دومیش تو آزادی، اگه سومی بود جاده لواسون، آب هواش خوبه، میریم هم حال میکنیم. نه، جا باید بی طرف بشه، همچین جایی وجود نداره. من همه این شهر مثل کف دستم ده. پس کف بینی کن و بگو ببینم جاده دست من طولانی تره یا دست تو. از کاری خونیت خوشم میاد، حالم خوش میکنه، اصلا جاشم با تو خوبه. همین جا برگزار میکنم، چون هر دومون سانت به سانتشو خوب بلدیم و توش زندگی کردیم. حالا که قراره از اینجا برم، حالا که قراره آخرین مسابقه رو بدم، میخوام توی همین جا ببرمت تا شاید سر و صداش یه تکونی به اینجا بدم. گوش کن رضا درداشتی، این قرارداد رو مینویسیم پاشو امضا میکنیم، آسمون بزنیم بیاد چیزی عوض نمیشه. برو تو فردا کاراتو بکن، تا آخر وقت اداری تیمیتو معرفی کن. برمون فرمون. آقای دردشتی نیستن؟ تشریف ندارن. شما قرار بوده برای کار ماشین بیان؟ قبل از اینکه کار ماشین انجام شه خیلی چیزا هست که باید اول حل شه.
شما بیا بشین، من یه چایی براتون بریزم، هر چی هست حل میشه دیگه. شما برای رضا کار میکنی؟ کار کردن که واسه آقا دردشتی افتخاره، اما آقا سالار مشاور آقا رضا. رضا اگه با کسی مشورت میکرد که خیلی عالی بود، کاش میتونست به کسی گوش بده. عجیبه گذاشته به اون ماشین دست بزنی، دوردونه شه. باش نسبتی داری؟ شما فکر کن پسرش. این سوال میتونه برعکس هم باشه، اینکه شما چه نسبتی باش داری؟ دخترش این؟ من یه دوست قدیمی، یه مشتری. خیلی خوب خانم مشتری، ماشین تو بیار تو ببینیم چی کار داره. من ماشین نیبردم، یعنی اون ماشین رو نیبردم. اگرم آورده بودم نمیذاشتم نزدیکترین کسم به یه پیچش دست بزنم. ببخشید خانم، شما مثل که ما رو دست کم گرفت. شما فکر ما هیچی عالیمون نیست، الان چی کار میتونم براتون بکنم؟ رضا زنگ زد گفت کار واجبی داره. اگه میدونین چی کار داره بهم بگین، اگه نه زنگ بزنین بیاد. اگه زود بیاد منتظر میمونم. سیا برو دنبال آقا رضا بگو خانومه ندا ندا کارش داره. میاد خودش دیگه، بارون و شلاقی نمیشن، بلد نیستم اصلا اینجا. برو دیگه، باز چی بایی سدید؟ چشه؟ خرابه، خوب استارت نمیخوره، احتمال میدم از برقش میشه. میتونه کیپ شدن صافیه بنزین باشه یا سوختن رله پمپ. شاید هم هوا بنزین ترکیب نمیشن، هوا به موتور نمیرسه، یا سوپاوا کار نمیکنن، نمیدونم، خیلی احتمال وجود داره. شاید هم به قول شما برق بشه هم نمیرسه. شما هنوز نفهمیدی چشه؟ یه ساعت هم نیست دارم روی ماشین کار میکنم. با اجازه. خواهش میکنم، فقط به سیما دست نزنیم. شما کار مکانیکی کردین؟ درسش خونه. چطور بهم نمیاد؟ نه خب چرا؟ کار مردونه ای آخه، تعجب کردم. این ماشین برای رضا خیلی مهمه. حیف این ماشینه. حیف خود رضاست. فکر نکنم بخواد سوار شه، بگم خودش راحت روش میده. اون دوازده رو بده. یا که فایر برد اسپیشال ادیشن نسل دوم. بزاره الاسپانه. من داره افتاد آقا چی میگه الاسپانه؟ بلوک شدنیه. هر دوتون راست میگه. این موتور از نسل LS اما اصلا عادی نیست. LS3 استرک شده 7 لیتر. 625 اسب بخارم قدرتشه. سلام آقا. حالت خوش نیست؟ نه چیزی نیست. یکم عصبیه. بیام آقا. نه دست این حالش خوب نیست. من میرم دارمش رو. چطور صحبتتون به پیمان رسید؟ دیدم رو ماشینت کار میکنه، رفتم کمکش. برستو بخور رضا. خوشحالم دستیار آوردی، فقط تعجب میکنم چجوری ماشینت رو دادی دست کسی. من به ماشینت نیاز دارم، همونی که خودم برات جمعش کردم. میدونی چند وقت خوابیده؟ تو ماشین من چی کار داری رضا؟ بعد این همه مدت منو صدا کردی اینجا، فقط ماشین رو میخوای. خیلی حالی شهر ماشین پسن، کمک کرد را انداختی میان. پس دست تنها نبودی. من فردا نمیام، فکر کنم سرما خوردم.
هزار تا کار اسقاطی دارم. من دخترم هست دیگه، به معلوماتت اضافه میشه. من عاشق رانندگی بودم، تو گرفتی ازم، گفتی رانندگی مثل زن نیست. خودت واقعیت رو بهم بگو، من چی کم داشتم آقا رضا؟ هیچی، ولی من مسئولیت داشتم. عمرت، آیندت مهم بود، باید جواب باباتو میدادم. حالا چه جوابی داری به من بدی؟ به چی رسیدین؟ ازدواج که هم یادم تحصیل دادم. میدونی عشق یه آدم ازش بگیری چی میشه؟ شدم یه آدم عصبی لجباز. نه، ماشینمو نمیدم رضا، برای که باید بفهمی رفیق نمیرا بودن یعنی چی. اینکه تو اراده یکی گم بزنی چی میشه. مسیر رو دیدم. چه اصراری اینجا مسابقه بدی؟ آقا رضا اینطوری خواست. پیمان خودش کجاست؟ من نماینده پیمان. این نسخه قرارداد مسابقه است. آقا رضا شما متعهد شدید که اگر ببازید باید گاراژ و ماشین رو به پیمان واگذار کنید. و شما اگه ببازید باید 300 میلیون تومان پول نقد بدید به آقا رضا. مسابقه تیمیه و تو 3 مرحله برگزار میشه. یه هفته وقت دارید هر کاری میخواید رو ماشیناتون بکنید. 48 ساعت قبل از مسابقه ماشینا رو تحویل من میدید. استفاده از هر گونه قطعات روی موتور به قصد افزایش قدرت، نیتروژن، کمپرسور، توربو شارژ، سوپر شارژ ممنوعه و خلاف مقرر. راننده کیه؟ نانا. اسم چیه؟ امید. آقا رضا شما؟ من تا 48 ساعت دیگه بهتون میگم. 24 ساعت. باش. سلام، من اومدم برای تعمیر ماشین ندا خانوم. آقا رضا بهتون گفته بودن. من که گفتم ماشین رو نمیدم، چرا دوباره تو رو فرستاده دنبال ماشین؟ این مسابقه براش قضیه چیه تو میدونی؟ من خودم همین دیشب فهمیدم رضا میخواد این کار بکنه. پیمان که پول میاره، رضا خودشو میاره، اعتبارشو میاره. حالا چرا ماشین من؟ من نمیدونم بین شما چی گذشته و حق با کیه، فقط میدونم رضا رو شما حساب کرد. رو من؟ رو ماشینم. تو این سالا احمق‌تر ساده‌تر از من کسی براش نمونده. این مسابقه سر چیه؟ تو خبر داری؟ مستقیم که به من نگفت، ولی میدونم واسه جور کردن پول دیه‌ای که لازم دارم سامو پس بگیرم. پسرم تو باید دیه بدی؟ آدم کشتی؟ یه تصادف سخت داشتم، زنمو مقصر بودم، رفتم به حبس. اونا هم دیگر رو گذاشتن اجرا. پسرم هم ازم گرفتم. متاسفم واقعا. گفتی با رضا چه نسبتی داری؟ گفتم بهتون. رضا منو بزرگ کرده. خودش و اعتبارش و همه چیشو واسه من به خطر انداخته. من بهش مدیونم. این ماشین باباست؟ آره. خوب چیزیه. ماشین باز میدنه؟ آره واقعا. من رانندگی با این ماشین یاد گرفتم وقتی 14 سالم بود. بوش هنوز یادمه. او یه اتکلان بابا که با پارچه این ماشین قاطی میشد، آفتاب میخورد و داشبورد به چرمش. در حال شما مشکل مالی نداشتین، خودش خیلی مالی.
پول که تنهایی کاری نمیکنه. شاید شما و پسرتو به هم برسونه، ولی من و پدرمو از هم دور کرد. این ماشینو ببر، آینه دقیق منه. برای من که خیلی نداره، شاید واسه تو خیلی داشته باشه. دختر تو یه جهان تاریک و سیاهی گیر کرده، این یارو داره کمکش میکنه، میگه اگه ذهن و روح تو با بدنه فیزیکالی هماهنگ کنی و همه چی بشه. انگلیسی داره میگه دیگه. من کلمه نمیشناسم، کلیتش رو فیلم زیاد میبینم درک میکنم انگلیسی. ذهن و روح میگه، فیزیکال هم یعنی بادی اسپلش. بعد تو یه جهان که براش اینجوری میخوای بجنگی؟ مسابقه تو سر چیه؟ بگو منم بدونم. سر اینی که اگه بردم پول اون بچه جور باشه. اگرم همه چیت بره رو هوا. گوش کن، من به این بچه خیلی احساس بدهکاری میکنم. گوش کن بره، تو به این حالت نباید بشینی پشت فرمون. اگه به رانندگی من اعتماد داری، فکر میکنی از پسش برمیام، بهم نه نگو. بذار هم با خودم هم با اون پیمان تصفیه حسابمو بکنم واسه آخرین بار. بهم اعتماد کن. من نباشم ماشینم نیست. اینو گفتم فقط برای اینکه بدونی. خودت خوب میدونی اگه اون پیمان بفهمی که تو پشت فرمان نشستی، همه چی شخصی میشه و خطرناکتر برای تو. شخصی هست. با هم تمرین کن. من این مسابقه رو میخوام رضا. جز من گزینه ای نداری. خودت هم اینو خوب میدونی. فقط میخوام پیمانو ببرم. همین. احمد، رو میزو تمیز کن. سالار، تخته رو پاک کن. وقت نداری. ندارا نندگی. تحویل شما طبق توافق. من گفتم روی ماشین هم از خواستم.
مشخصات ماشینا رو می‌نویسم. همینجوری بعد از مسابقه اول قرنطینه‌شون می‌کنی با همون مشخصاتم برای مسابقه دوم. آقا این توربو شارژو که کردیم تو پاچه ما. ماشین من 345 است. می‌خوام گراف داینو اینو ببینم. من دیدم. سرچرخ چند است ازش گرفتیم؟ 380. 25 تا کم می‌کنم. عوضش ماشین تو کوچیکه. آیا ستون‌ها و دستگاه راحت می‌تونی ببینی؟ اول تو نیست و شما بعدم مسابقه تعطیل. آقایون بفهمید. برو رضا. آقا نمی‌شه که 100 تا تبصره آوردی. نمی‌دونم اونو حذف کنی، اضافه کنی، اینو کم کنی. شلوغ نکن. 35 هست، اختلاف زیادی نیست. خب دو ماشینت میاد از هندلینگ سر کوچه خیلی به درد میخوره، ورقو برمیگردونه. این حق شماست که این مسابقه رو باطل کنی، چون تو قرار داده موتور شارژ نبود. چیکار کنم؟ کنسل کنم؟ این مسابقه قوانین و مدل خاص خودشو داره. اینجا دو تا تیم داریم، دو تا ماشین. یه تیم آقای رضا دردشتی با ماشین بی ام وی آبی رنگ با موتور S5032، یه طرف دیگه تیم آقای پیمان مرادی با ماشین نیسان آلمان نارنجی رنگ با موتور واتزل سیلندر توربو. این مسابقه تو 5 تا لب برگزار میشه. اینکه کدوم ماشین تو خط استارت جلو واسه با قرعه کشی شیلاقت مشخص شد. برخورد بین ماشین‌ها تو جریان مسابقه اشتراک ناپذیره. اگر به هر شکلی
سلامت. برو بچه ها جمع جور کن. سلام ندا خانم. سلام. ببخش مزاحم شدم. نخیر، خواهش می‌کنم در خدمتم. پیمان زنگ زد. یه مهمونی داره دعوت کرد. می‌خوام برم ببینم چه نقشه‌ای برای مسابقه تو سرشه. خواستم تو هم اگه میشه با ما بیای. من چرا بیام دیگه؟ دلم نمی‌خواد تنها برم. حوصله پیمان رو داره دستشو ندارم. یعنی اگه تو نیای منم ترجیح میدم نرم. ما با سلامتی هم تیمی هستیم دیگه. بله درسته، میشتمم صداتونو. آخه من اصلا مال اینجور جا نیستم باور کن. نه نه یار، سرشم یه دفعه خودمون با هم میریم دیگه. لطفا تشریف داشته باشید خانم، حاضرشی میام. چشم. داشتم بدتر طول میکشم. حالت خوبه؟ خوب نیستی؟ میشه من نیام؟ برچی نیام؟ این همه راه اومدی، این همه من آماده شدم، حالا برچی نیام؟ بریم اونجا، حالت خوب میشه. نه نمیشه. چرا؟ خیلی خوب هم میشه. بیریم با ماشین تو. بیا دیگه. بیا در ماشین رو باز کن، خیس شدم. فقط با این ماشین نرونده بودم که روندن. دیگه راه نمیره. Thank you.
ممنون که با ما اومدی. چیزی میخوری سالار جون؟ نه برای بکشم. نه زمان نه نگاه جان بچه رو بگی سر ندا من الان خوش اومدی. ممنون. خب بگو با هم چی کار داشتی؟ میدونی که اهل خواهش نیستم اما امشب یه خواهش دارم. این کار مال تو نیست ندارم، مال آدمیه که همه وجود و وجدانشو بیرون اون ماشین میذاره بعد پاشو میذاره رو باز. اسمش مسابقه است، ماشینه، آدم توش معنا نداره. میخوام مسابقه ندی. این مسابقه ممکنه وسط زندگیت اتفاق بیفته، نمیشه دورش زد. نه ولی یه جایی باید جواب بدی، مثل امشب که من روبروت وایستادم تو داری ازم خواهش میکنی که مسابقه ندم. من اگه خواهش کردم برای اینه که تو برام مهم بودی، الان هم هستی. این کار مال طبقه تو نیست، تو فقیر نبودی که با این چیزا بخوای ابراز وجود کنی. آدم وقتی تو کثافت و لجن بزرگ میشه با این بردای کوچیک به خودش ثابت میکنه که هست. تو مال مسابقه نیستی. من اصلا نمیفهمم چی میگی. رانندگی همه زندگی من بود، عشقم بود، هنوزم هست، هرچند بعید میدونم تو اصلا از عشق چیزی بدونی. عشقی که دیده نشه چی میشه؟ میشه نفرت، میشه جنگ. شاید اگه تو دیده بودی الان من یه آدم دیگه ای بودم. من خیلی وقت تو زندگی تصمیم گرفتم بازنده نباشم. تو ذاتت برنده نیست. اشتباهت همینجاست. من دیگه میرم. سالا بریم. شام میمونی؟ خیلی ممنون. چیکار میکنی؟ هیچی الان میفهم. شمایی از اون دکتر یه بار بیشتره. نه با فقط کارشو بلده، فقط یه چیزی
سر سیمون شهر بشه نفهم خیال تو باید بشه من واسه مسابقه خودم اون کاپوتو گذاشتی بی کپسولو بیاری اینجا بله چشم کیه اونجا؟ یه بیرون ببینم کی بود؟ بشینی تو ماشین سر بشینی تو ماشین سالار خبری نشد؟ نه یه تماس با سیامک بگیر ببین کجاست نگرانشه پدر سگ هرون زاده مسابقه رو شروع میکنی؟ ماشینا بیان جلو هوا بارونی بود برای همین مجبور شدید صبر کنی تا بارون برم بیاد اگر در جریان مسابقه بارون بیاد مسابقه متوقف نمیشه در آقا کجایی تو نگرانمون کردی؟ الان دیگه جایی نگرانی نیست واقعا ازت میخوام تو این مسابقه شرکت نکنی نگاه تموم کنی کابوس چی میگی؟ تمومش میکنم اون تو اونطوری که میخوام ببین من الان نمیتونم برای توضیح بدم من حس خوبی به این مسابقه ندارم بکش کنار همین مسابقه همیان. میدم برنده هم میشم همین الان بکش کنار از این مسابقه آقا شما رو چیکار میکنی؟ محبت رو خالی کن دادا کپسول ناجوش رو ماشین پیمان بسی کجا کجا میدونی؟ من فیلم گرفتم این رو زدن ترکوندن
جلوی قسمت شکمی میباشد. آزمایش اوتوگرافی صمیم است. رزرو دوباره 5 سال انجام شد. آویلان محیط صد دست راست فیکس است. آقا لطفاً شما داخل نیایید. داخل نیایید. این روزگار رکب خوردن تعجب نداره. از خیلی خوردم درد نداشت. تو امشب که از میون زخمای سوخته و آب رفته دنبال صورت معصوم دخترم میگشتم فهمیدم این دفعه از دوست قدیمیم خوردم. چرا اون رضا؟ چرا اون؟ ندا چه گناهی کرده بود که صورتش باید تو آتش تو بسوزه؟ این آتیشیه که شرش رو تو زندگی همه ما انداختی. همیشه خودخواه بودی رفیق قدیمی. هر کسی یه آرزویی داره مرد، همونطور که تو داشتی و رفتی دنبالش. ندا رانندگی رو میخواست، عاشقش بود. اگه واسش پدری کرده بودی من هیچ وقت به دام آشغالای مثل پیمان نمیافتم. تو واسه رویای رسیدن به قدرت رویای خیلی ها رو به باد دادی. کاش لااقل تو یکی به آرزوات رسیده باشی. من از طبقه‌ای بودم که از فقر عروسی مقایم کردم. با همه اینا تا میتونستم برای کسی کم نذاشتم. حالا تو به من میگی که من لیاقت پسر رو نداشتم؟ اگه اون موقع نمیخواستم به دنیا بیاد، برای که اون روزا نمیتونستم پدر باشم، با جای شلاق و کبودی تن و اسلحه و ترس بیام خونه، چی به بچم یاد بدم؟ ها؟ تو تمام باجویا خدا خدا میکردم مبادا یه بار که گونی را از سرم میکشن فخری جلون باشه. بعدها فهمیدم که فخری حامله است. من قرار نبود بچه دار بشیم. هیچ وقت. تو که بودی چه کردی؟ چه گلی به سر خودش و زندگی زدی؟ مگه سالار به سر فخری نبود؟ مگه از همون روزای دانشگاه از فخری خوشت نمیمد؟ بگو رضا، یه جایی یه چیزی باید بگی؟ باید حرف بزنی. سالا رو پدری کردم. زیر نگاه ها و نگرانی های فخری همه منتظر بودن که برگردی سر خونه و زندگیت. و به جای خودت طلاق نامه اومد.
من یه قول بهت دادم که قصه سلامت فخری هم که شده از زندگی سیاسیت هیچی بهش نگم که تا الانم نگفتم. چرا مثل یه مرد وای نسودی رو نگرفتیش؟ من شامان چه داشتم و یه زندگی اشتباه که نمیخواستم اومدم بیرون، تو چرا جرأت چه نداشتی کسی رو که دوست داشتی بگیریش؟ ها؟ هیچ وقت نفهمیدی فخری همیشه و همیشه فقط تو رو دوست داشت. چرا ندار آوردی تو بازی که همه اونه به سوزونی هم منو همه اونه به ندازی تو دارونه گذشته؟ تو که خوب میدونستی من دوست ندارم ندار وارد مسابقه بشه. چرا چشون نیست تو مسابقه که چی رو بابا تصیح کنی؟ ها؟ من که رفتم و پشت هم نگاه نکردم؟ من نمیخواستم اون تو این بازی باشه. اگه اون تصادف کرد همه ما مقصریم، مخصوصا تو. تو هیچ وقت کنار ندا نبودی، همونطور که کنار سالار نبودی. تو اصلا کنار کی بودی؟ قدرت؟ اگه میباختم لااقل سالار میتونست رو خواهرش حساب کنه و آدرس پدرش رو بگیره. همه عمرم رفت واسه یه ماشینا و خانواده تو. برو، نمیخوام ببینم از برو خستم که حسرت ندارم. فقط یه رو داره نکشمت ندا. تو اگه غیرت داشتی همون موقع که میخواست بره سر زندگیش کمکش میکردی که بره. تو اگه الان اینجایی برای اینکه من از اولش نبودم این بازی با من و تو تموم میشه. من بازی این با رضا بود که تموم شد چون راننده نداشت. الان اگه داشته باشین قبول ندارم. حقیقت تو چی قبول داری؟ تقلب و قبول داری؟ نداری؟ حقیقت اینجاست. چیه؟ گذاشتم بیایی تو خونم ازم فیلم گرفتی؟ خب برو به همه نشون بده. خیلی بدتر از این حرفاست. دو را داری، یا آبروتو میبرم یا همین الان با من مسابقه میدی. همه چی تو میبازی ها؟ باور کن خیلی وقت همه چی مباختم که الان اینجا. ببین پسر، کسی نبوده که منو ببره. تو هم حتما اون آدم نیستی. اگه ببازی باختتو میگیرم، هر جا باشی پیدات میکنم. اون وقت پنجره خونت دوباره میله دار میشه. میدونم کجا بودی، واسه چی بودی. برات میگردونم همونجا.
نمیخواستم اینجوری بشه. به ندا گفتم تو این بازی نیاد. اون با همه فرق داشت. شش. منتظرتم. آقا رضا، شما هیچ وقت کهنه نمیشید. اینو ازت یاد بگیرم، زندگی رو یاد گرفتم. خیلی موتورای خاموش با دست شما روشن شدن. پسرم، پدرم، مادرم، ندا، همه رو شما دوباره خانواده کردین. همه رو برگردوندین. با یه استارت خانواده رو روشن کردین. من این پیمان رو میبرم. مسابقه رو میبرم. غرور شما تو این ماشینه که من موتورش رو انداختم. قلب شما صداشه. با دست شما رو سرم میبرمش. سالار، سالار، تا حالا از اول جاده تا دریاچه قانون نداری، منو چی آزادی اونجوری که بلدی؟ خوبه نخورد آزاد نیست، ماشین رزرو سالم میخوام. خوبه گیر پلیس افتادی، اسم منو نگیر، خودتو بیشتر گرفتار. اگه جلوی پلیس جا بزنی من مومی. نگران نباش، من اسم تو رو یادم نمیاد. میرم دور میزنم، برگشت مسابقه شروع میشه.
آرزا نتونستم به قولم عمل کنم. ماشین تو باختم. فایربرد عزیز تو. این پیمان رو نمیشه برد. اون بردش سفارش شده است. من و تو ندام و پسش بر نمیایم. بهت نگفته بودم. من تا حالا هیچ مسابقه رو نبردم. چون آدم مسابقه نیستم. اصلا بردن رو بلد نیستم. این بارم به خاطر تو این کارو کردم و به خاطر تموم اون مسابقه هایی که باختم. به خودم، به زندگیم، به زنم، به بچه‌ام، به تو. ندا حیفه، ذاتش درسته. یه نشونه وجود پدرم ولی نه از جنس اون، بیشتر از جنس خودم. اونم از تو دارم. میخوام حفظش کنم. مراقبش باشم. براش برادری کنم. کجا؟ این چی میگه اینجا؟ این ماشین بدون رضا دردشی یه تیکه آمپاره است. عینشو دارم، به کارم نمیاد. شاید به درد تو بخوره. تکلیف اینجا چی میشه؟ بهش فکر میکنم.